حالا چیزی که گفتن میخوان فردا انتقال بدن تهران، زندان مقصدش هم معلوم نیست، جور که بهمون گفتن. ما که خیالمون راحته. در آخرین شب زندگیش گفت قرار است از زندان شیراز به تهران منتقل شود، ولی دادگستری میگوید که نوید افکاری از اجرای حکم اعدام خود خبر داشت. از یک وکیل ابهامات پرونده را میشنویم و یک فعال مدنی به ما خواهد گفت که چرا این پرونده به راحتی بسته نمی شود. همچنین در برنامه امشب حتی یک روز هم به من مرخصی داده نشده، در حالی که به اختلاسگرا و غارتگرا این مرخصی داده میشه. من فقط بخاطر نوشتن چند خط مقاله در انتقاد به این بی‌عدالتی ها در زندان هستم. روایتی تازه از داخل زندان فشافویه. سهیل عربی، وبلاگ نویس زندانی، از وضعیت سخت زندانیان میگوید. سیر سعودی قیمت مواد خوراکی در ایران، گرانی تا کجا پیش می رود؟ چرا دولت نمی تواند کاری بکند؟ حکایت ورزشکار مدال‌آور ایرانی که به کوه و دریا زد. آبان 98 نوجوان 16 ساله را به اردوگاه پناهجویان در سیسیل کشاند. این برای من خیلی جای تأسف داره. کشور خودم که این همه براش افتخار آفرینی کردم حمایت هم نکرد. اومدم اینجا که به بزرگترین آرزوهای خودم برسم، به المپیک برسم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. با وجود گذشت 5 روز از اعدام نوید افکاری، موج واکنش ها هنوز ادامه دارد. در پاسخ به سوال ها و اعتراض های گسترده به اعدامی که بسیاری آن را ناعادلانه خواندند، دادگستری استان فارس اطلاعی منتشر کرده و گفته که ابهامات مطرح شده درباره اعدام این کشتیگیر 27 ساله ناشی از غرض ورزی سیاسی یا ناآگاهی است. اطلاعیه‌ای که کماکان بسیاری از ابهامات این پرونده را بی پاسخ می‌گذارد. قوه قضاییه گفته که نوید افکاری خودش به قتل اقرار کرده، اقراری که آقای افکاری تأکید داشت با شکنجه و تهدید گرفته شده. همزمان صدایی از نوید افکاری دست به دست می شود که در دادگاه خطاب به قاضی می خواهد فیلمی را که ادعا شده علیه او موجود است نشان دهند، اما قاضی اجتناب می کند. بیشتر درباره ابهامات این پرونده گفتگو می کنیم. اول گزارشی ببینیم از فرین آسمی. این تصویر صورت جلسه است که دادگستری استان فارس منتشر کرده بدون سربرگ. دادگستری فارس گفته که دادیار ناظر بر زندان پیش از اعدام به نوید افکاری پیشنهاد داده بود به صورت حضوری با خانواده‌اش ملاقات کند یا با آنها تماس تلفنی داشته باشد، اما او تماس تلفنی را انتخاب کرد. امضا و اثر انگشت منصوب به نوید افکاری هم در این نامه دیده می شود. دادگستری میگوید همه مراحل قانونی پیش از اجرای حکم اجرا شده، اما در این نامه از آخرین ملاقات یا ملاقات پیش از اعدام حرفی زده نشده. از آخرین مکالمه نوید افکاری پیش از اعدام با خانواده‌اش به نظر میرسد که او از اعدامش که چند ساعت بعد اتفاق افتاد خبر نداشته. والله اینجوری که میگن قرار فردا صبح ستام انتقال بدن تهران. پزشکخانه اومد همراه آقای موسوی رئیس کل دادگستری. چند تا پزشک از پزشکخانه اومدن ستام من که معاینه کردن، حبیب وحیدم گفتن معاینه‌مون کردن. عکس گرفتن، نوشتن، هر جایی که آسیب دیده بود نوشتن. همه جامون حدود 10 الی 15 جا نوشتن، کامل نوشت. حالا چیزی که گفتن میخوان فردا انتقال بدن تهران، زندان مقصدش هم معلوم نیست، جور که بهمون گفتن. ما که خیالمون راحته، اصلا از بابت من از لحاظ روحی هیچ نگرانی نداشتم. در ماده 43 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود آمده قاضی اجرای احکام کیفری حداقل 48 ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات باید به افراد زیر اطلاع دهد و آنها در زمان اجرای حکم در محل حضور داشته باشند. قاضی صادر کننده حکم بدوی، رئیس زندان یا معاونش، فرمانده انتظامی محل یا معاونش، پزشک قانونی یا پزشک معتمد، فرد آگاه به مسائل مذهبی، منشی دادگاه، اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آنها، وکیل محکوم و شهود. حسن یونسی، وکیل نوید افکاری، با اشاره به این قانون تایید کرده که این آیین‌نامه اجرا نشده و دستگاه قضایی برای اجرای حکم عجله داشته و بعد از اجرا به خانواده او اطلاع دادند که فرزندشان اعدام شده.
دادگستری استان فارس گفته فرایند رسیدگی به پرونده نوید افکاری از تاریخ دستگیری او تا صدور حکم قطعی 2 سال طول کشیده و در این مدت امکان جلب رضایت اولیای دم حسن ترکمان، کارمند حراست اداره آب شیراز که قوه قضاییه میگوید نوید او را به قتل رسانده وجود داشته، ولی یا اقدامی از طرف خانواده نوید انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشدند. اما مهدی محمودیان، فعال سیاسی که به خانواده نوید افکاری نزدیک است، پیشتر در توییتی نوشت همراه برادر او در راه شیراز بوده تا از خانواده مقتول رضایت بگیرد که خبر اعدام نوید را شنیده است. دادگستری در اطلاعیه‌اش گفته اقرارهای نوید افکاری به قتل صریح بوده. اقرارهایی که خودش در فایل‌های صوتی که از داخل زندان فرستاد گفت تحت شکنجه گرفته شده و برادرانش وحید و حبیب را مجبور کردند علیه او اعتراف کنند، تا جایی که وحید 2 بار اقدام به خودکشی کرده. این تصویری است که پیشتر به دست بی بی سی فارسی رسیده بود. نامه‌ای که یکی از شهود درباره شهادتش تحت فشار علیه نوید افکاری نوشته. در این نامه آمده: در صحت و سلامت کامل عقلی و با تکیه بر وجدان و شرف و با سوگند به اسماء جلاله خداوند سوگند یاد می کنم که از هیچ عمل مجرمانه ای توسط نوید افکاری فرزند حسین مطلع نیستم و در بدو بازداشتم توسط ضابطین دادگستری به کرات این بی اطلاعی را بیان کردم، اما با فشار و ترس در این پرونده مرا به تقریر کذبیاتی وادار کردند که به هیچ عنوان مورد تایید من نیست و صحت ندارد. دادگستری استان فارس به استفاده از واژه اعدام توسط رسانه‌ها هم ایراد گرفته و گفته باید از کلمه قصاص استفاده می‌شد. در روزهای گذشته در واکنش به اجرای حکم اعدام نوید افکاری بسیاری گفتند که اجرای این حکم در ماه محرم نشانه ای از عجله دستگاه قضایی بوده. دادگستری اما گفته هیچ قانون و دستورالعملی که بگوید در ماه محرم نباید حکم قصاص را اجرا کرد وجود ندارد. 4 ماه قمری ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب ماه‌های حرام هستند. بعضی از مراجع تقلید شیعه گفتند که اجرای حکم اعدام در این ماه‌ها اشکال شرعی ندارد. با این حال به طور سنتی احکام اعدام و قصاص معمولاً در ماه‌های حرام اجرا نمی‌شود. فرین عاصمی، بی بی سی. آکنیا، وکیل دادگستری در ایران، در واکنش به بیانیه‌ای که دادگستری کل استان فارس در خصوص اعدام نوید افکاری منتشر کرده، در ویدیویی درباره ابهامات این پرونده توضیح داده. او از جمله درباره اینکه آیا نوید افکاری خبر داشته که اعدام می‌شود و همچنین اینکه آیا برای گذشت از طرف خانواده مقتول هیچ تلاشی صورت گرفته بود یا نه، ابهاماتی مطرح کرده. نخست اینکه ادعا شده بود چون رأی بعد از رسیدگی توسط چند قاضی صادر شده و نهایتاً پرونده در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته، در نتیجه خدشه‌ای بر این رأی وارد نیست. عرض می‌کنم پاسخ این بیانیه رو قانونگذار داده است. اگر ما در واقع ادعا داریم چون رأی توسط چند قاضی صادر شده است و دیوان عالی کشور آن را تایید کرده است، پس چرا قانونگذار ماده 474 رو پیش‌بینی کرده؟ چرا قانونگذار ماده 477 را پیش‌بینی کرده؟ یعنی قانونگذار پذیرفته که حتی اگر چند قاضی به موضوع رسیدگی بکند، حتی اگر دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی بکند و آن را تایید بکند، همچنان امکان خطا و اشتباه وجود دارد. لذا موارد استثنایی اعتراض بر رأی همواره موجود است و قابل استفاده و قابل دسترس اصحاب پرونده و همینطور وکلای دادگستری. بنابراین اولین خدشه به اعتقاد من اساساً با موازین قانونی هم منطبق نیست. موضوع بعدی این است: در این بیانیه آمده رأی به استناد دلایل متعدد صادر شده است و به فرض اگر یکی از دلایل کنار رود که چنین نبوده است، باز هم دلایل دیگر در پرونده موجود است. بنده عرض می کنم بر همین ادعا 2 خدشه وارد است. اولا گفته اید که اگر یکی از دلایل هم کنار برود که در این پرونده این چنین نبوده است، من عرض می کنم این چنین بوده است، به خاطر اینکه صحبت در واقع مستندی ما داریم. هری از شهود اعلام کرده که من نوید افکاری را قبل از جلسه دادگاه اصلا ندیده بودم، از شهادت رجوع کرده. قانونگذار رجوع از شهادت را پیش بینی کرده و موجب بی‌اعتباری شهادت اعلام کرده. از اون گذشته گفته شده است که اگر یک دلیل کنار برود دلایل دیگر وجود دارد. اغلب حقوقدان‌ها اعتقاد دارند اگر قاضی در دادنامه به چند دلیل استناد کرده باشد،
این نشان می‌دهد مجموع آن دلائل برای قاضی اقناع وجدانی ایجاد کرده است و لذا اگر یکی از دلائل هم کنار برود دیگر نمیتوان آن رأی را معتبر دانست و کنار رفتن یک دلیل از مجموع دلائل هم موجب توجیه تقدیم اعاده دادرسی خواهد بود. ادعای دیگه اینه که گفتن ایشون از اول وکیل داشته. خب اصلا ما در این بحثی نداریم، وکیل داشته، اما وکیل تعیینی او وکیلی است که خود نوید افکاری ازش شکایت کرده، وکیل در مرحله دادسرا استعفا داده، ایشون از او شکایت کرده، وکیلی که آمده است و گواهی کرده است که موکل من شکنجه نشده، خود اون مرحوم علیه این وکیل شکایت کرده، البته مرجع قضایی رسیدگی کرده و شکایت رو رد کرده، ولی مسائل این چنینی میان او و وکیل تعیینی او در مرحله دادسرا مطرح بوده. مسئله بعدی اون صورت جلسه ایست که ما دیدیم. اولا چرا صورت جلسه سرورد ندارد؟ چرا عنوان آن اینه صورت جلسه؟ خب صورت جلسه چه چیزی؟ ایراد بعدی اینه ماده 35 آیین نامه صحبت از قاضی ناظر نمی کنند. قانونگذار تو ماده 35 میگوید قاضی اجرای احکام باید مراتب را به محکوم بگوید که آیا میخواهی اشخاصی را ملاقات کنی برای آخرین بار یا خیر. از اون گذشته جدا از اینکه سمت شخصی که این رو اومده اعلام کرده اصلا با سمتی که قانونگذار تو ماده 35 گفته هم خوانی ندارد، از اون گذشته قانونگذار در ماده 35 نمیگوید که به محکوم بگویید خانواده‌ات را می‌خواهی ببینی یا خیر، میگوید باید به محکوم بگویید برای آخرین بار چه اشخاصی را می‌خواهی ببینی. تفهیم باید کرده او که تو قرار است قصاص در خصوصت اجرا بشه. تفهیم کردن یعنی این، یعنی بفهمانی به او که قرار است مراسم قصاص تو انجام بشود، برای آخرین بار چه اشخاصی را می‌خواهی ببینی. همین که این عنوان در این صورت جلسه اومده برای ما محل شکه. از اون گذشته در این بیانیه اومده که خود اولیای دم مدام به ما مراجعه می‌کردن، دستگاه قضایی لوایحی که اولیای دم آمده اند به ثبت رسانده اند اینها رو منتشر بکنه که نشان بدهد اولیای دم مکررن مراجعه کردن و گفتن که باید حکم اجرا بشود و ما عجله داریم در اجرای حکم. در این بیانیه آمده ظاهرن برای گرفتن رضایت اقدامی از سوی خانواده قاتل صورت نگرفته است. با ظاهرن مگه میشه کسی رو رفت سریع حکم قصاص رو در خصوصش اجرا کرد؟ یعنی خود شما هم در اینجا دارید میگید ظاهرن اینها تلاش نمیکنن، در حالی که مستنداتش هست داشتن تلاش میکردن رضایت رو بگیرند و از همه مهمتر یک ایراد رو پاسخ ندادن هنوز، یعنی در این بیانیه به یکی از ایرادات اصلا ورود نکردن. قانون صراحت دارد که بندهه ماده 43 به وکیل محکوم باید اجرای مراسم قصاص حداقل 48 ساعت قبل از اجرای مراسم اعلام بشود، ابلاغ بشود. لطفاً این ابلاغیه رو منتشر بکنید که این ابلاغیه هم بوده است. این هم نکته بعدی. و از اون گذشته حضور اولیای دم هم هست. آیا اولیای دم واقعا حضور داشتند؟ چون بدون حضور اولیای دم قانونگذار اجازه اجرای مراسم قصاص رو نمیدهد. و در نهایت هم وقتی قصاص اجرا میشه طبق این آیین نامه پزشک معتمد، پزشکی که از پزشکی قانونی اومده میاد و تایید میکنه که بله اعدام شد، همه مراسم در واقع به درستی انجام شده و دیگر در واقع این بعد از انجام مراسم قصاص شخص دیگه زنده نیست و از دنیا رفته. این صورت جلسه هم قابل انتشاره، یعنی همه اینها میتواند نشان دهد که مراسم به چه کیفیتی بوده است و چگونه اجرا شده. بابک پاکنیا بود، وکیل دادگستری در ایران. اما پرستو فروهر فعال مدنی و فرزند داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیره ایران در پاییز 1377 از بایرن آلمان با ماست. خانم فروهر خوش آمدید به برنامه. شنیدید صحبت‌های آقای پاکنیا رو. پرونده پر
پر از ابهام، ده ها سوال و ابهام درباره پرونده وجود داره. قوه قضاییه امروز تلاش کرد که دست کم بخشی از این ابهامات رو پاسخ بده، اما کماکان بسیاری از اون سوال ها پابرجاست. فکر میکنید که اساساً این پرونده روزی تکلیفش روشن خواهد شد و حقیقت دربارش مشخص میشه؟ ممنونم از دعوتتون اول، و پیش از هر چیز دلم میخواد که تسلیت بگم به مادر نوید افکاری که در این روزها واقعا بسیاری از ما همراه دل داغدار او واقعا دل زدیم، و همچنین بقیه بازماندگان او. این داغ واقعا سنگینیه، و در مورد سرانجام چنین پرونده های واقعا من نمیدونم که چی باید گفت. مسلماً امیدوارم که روزی بشه این نوع از پرونده هایی که در واقع یه نوع سناریو نویسی برخی بازجوهای مختلف هست بر ضد افراد جامعه، و بعد دستگاه قضایی عیناً همون رو که این بازجوها و مأمورین میخوان اجرا میکنن، در احکام مینویسن. بر اساس تجربه من واقعاً هیچ اعتمادی نمیشه به این روندها داشت. من هم در جایگاه شاکی با چنین روندهایی سر کلنجار رفتم، هم در جایگاه متهم، و به همین دلیل واقعا و همینطور که آقای وکیل گفتن واقعا هیچ اعتمادی نمیشه به این روندها کرد. یه سناریوی از پیش ساخته شده دارند و افراد رو انقدر زیر فشار قرار میدند. اون چه که از نوید افکاری منتشر شد، اون واقعا شرح شکنجه ها و مصائب و بلاهایی که سر او و خانوادش آوردند برای اعتراف گیری، تا اینکه این پرونده رو به اون شکلی که میخوان در بیارن و بعد هم به اون شکل میفرستن به دادگاه و قاضی هایی که در واقع مطیع این نوع از سناریو نویسی ها هستند، همون رأی رو میدن که از پیش تعیین شده. این که این پرونده ها به سرانجام درست بیانجامه، من فکر میکنم که واقعا در چنین سیستمی نمیشه بهش امید بست. ولی آنچه که مهمه پافشاری جامعه مدنی بر روی این خواسته، و توجه افکار عمومی به سرنوشت انسانهایی که این شکل داره تباه میشه زیر دست مأموران امنیتی و اطلاعاتی و بعد هم دستگاه قضایی. یکی از تلاش‌هایی که به شدت قوه قضاییه کرده در روزهای گذشته اینه که تاکید بکنه که آقای افکاری اعدام نشده بلکه قصاص شده. ولی اساساً سوال راجع به قصاص خیلی زیاده. من می‌دونم که شما هم در رابطه با پرونده پدر مادرتون از قصاص گذشتید. مثلا اینجاست که اساساً در پرونده‌های اینچنینی چقدر این تصمیم گیری درباره قصاص باید به عهده خانواده باشه و به نوعی از قوه قضاییه سلب مسئولیت بشه به این شکل؟ ببینید، اصولا مسئله قصاص، حالا من که کلن به اعدام اعتقاد ندارم، ما پدر و مادرم جز اولین کسانی بودند که در درون ایران به صورت رسمی با اعلامیه اعلام کردند که راه برون رفت از این نوع از خشونت ها اصولا لغو کیفر اعدامه. این یه بحثه. اما در مورد قصاص هم واقعا مسئله سر اینه که جان انسان ها که مسئله انتقام جویی خانوادگی و فردی نیست. جرمی که اتفاق میفته یک جرمیه که در حوزه عمومی بایستی در موردش واقعا بیشتر تصمیم گرفته بشه، و در این مورد خاص که اصلا مسئله قصاص واقعا وجود نداشته. وقتی که همون به قول خودشون در اون چارچوبی که وجود داره، اولیای دم حتی
نمیدونستند، خبر نداشتند از کشته شدن نوید افکاری، این چه معنایی داره؟ اینا در واقع ظاهری رو میگیرن و پشت اون ظاهر اون کاری رو انجام میدن که میخوان، وگرنه این به نظر من ربطی نداره. در مورد خود من، برادرم، مادر بزرگم شادروان که نخواستیم این حکم ها اجرا بشه و بقیه بازماندگان قربانیان قتل های سیاسی پاییز 77 هم همینطور، در مورد ما حتی اون موقع هم ما این ابهام رو داشتیم که خب یک کسی رو زیر شکنجه ازش اعترافاتی میگیرن و بعد میارن اعدام میکنن و این اعدام رو هم به اسم در واقع اجرای عدالت به نام ما انجام میدن. این چه اجرای عدالتیه؟ رسیدگی صحیح به پرونده هاست که قدم اوله کار قضایی صحیحه، نه این نوع از مجازات هایی که بر مبنای سناریو نویسیه. متشکرم از شما پرستو فروهر، فعال مدنی. در ایران سهیل عربی از وضعیت ناگوار زندان فشافوی خبر داده. آقای عربی 7 سال پیش به خاطر انتشار مطالبی در فیسبوک بازداشت و ابتدا به اتهام توهین به پیامبر به اعدام محکوم شد. دادگاه بعداً او را به خاطر نوشته‌هایش به 7.5 سال زندان، 2 سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم کرد. سهیل عربی صبح امروز در گفتگویی از زندان فشافویه با مریم افشنگ از شرایط غیر بهداشتی و سخت این زندان گفته. این تماس از زندان تهران می‌باشد. در واقع شکنجهگاه و تحقیقگاه است. بنامش را ندامت را خودوشم. از سال 92 در زندان است و اوایل سال 98 برای بار دوم به زندان تهران بزرگ که به زندان فشافویه معروف است منتقل شد. سهیل عربی زندان فشافویه را بزرگترین شکنجهگاه خاورمیانه مینامد. در واقع دستوری اجباری و سوختن زیر آفتاب شدید منطقه فشافویه است. اما نامش را هواخوری اجباری گذاشتند. هر ساعت 7 صبح زندانیان را بیدار می‌کنند و آنها را به حیات می‌فرستند. میگویند 1 ساعت هواخوری اجباری و سپس اخذ آمار، اما در واقع دود سیگارخوری است. همین فضای هواخوری هم به گفته سهیل عربی محوطه کوچکی است که با آجرها و سیم خاردارها محصور شده بدون هیچ درختی. سهیل عربی در ادامه به نبود هیچ فضایی برای مطالعه و ورزش اشاره می کند و از وفور مواد مخدر در زندان می گوید. چرا به خبرنگاران مستقل اجازه نمیدهید یک شب سرزده به بندهای این زندان، مخصوصا در تیپهای 1، 4 و 5 بیایند و واقعیت رو به مردم نشانند؟ اینکه در نوادگاه بدون هیچ استرابی مواد مخدر فروخته میشود و کیست که انتظار این مواد توسط ماموران حفاظت اطلاعات وارد زندان میشود؟ تجمع زیاد زندانیان در محیط آلوده و پر از دود مواد مخدر و نبود امکانات بهداشتی و حتی آب آشامیدنی از مواردی است که آقای عربی میگوید بارها از مسئولان زندان خواستند تا درباره آنها پاسخگو باشند و جوابی دریافت نکردند. از او درباره شرایط زندان در دوران کرونا پرسیدم. در مورد ویروس کرونا هر کسی که مبتلا میشه توی یک بندی نگهش میدارن که اسمشو گذاشتن قرنطینه، که البته هرگز چنین شرایطی نداره. اونجا میمونه تا زمانی که حالش خیلی حاد بشه، حالی که شاید بفرستنش بیمارستان، چون که سازمان زندان ها بدهی سنگینی داره به اکثر بیمارستان ها، به خاطر همین به سختی زندانی ها رو میفرستن به درمان. بازداشت شدگان اعتراضات آبان در تهران هم به زندان فشافویه فرستاده شدند. آقای عربی درباره آنها میگوید اینها در تیپ 5 بند 2 هستند. در کنار تعدادی از فروشندگان مواد مخدر، تعدادشون حین دستگیری کمتر از 18 سال داشتند. متولد سال 1980 هستند و ماه آذر، ماه مرداد و وقتی دستگیر شدن کمتر از 18 سال داشتند. اما اینجا کنار فروشندگان مواد مخدر و سارقان خطرناک نگهداری میشوند و خب اینجا رو اسمش رو گذاشتن مجتمع ندامتگاه. چه خاصیت ندامتگاهی برای این افراد داره؟ این چه جوون هستن فقط به خاطر یک اعتراض هستن؟ اصلا شرایط یک زندان رو نداره.
نه تنها سهیل عربی که بسیاری دیگر هم گفتند شرایط زندان فشافویه سخت و طاقت فرساست، به خصوص برای زندانیان سیاسی، شرایطی که برای زندانیانی که به دلیل پرونده های فساد اقتصادی در آنجا هستند کاملا متفاوت است. ولی خب اینا توی شرایطی هستن که شبیه به هتل هستش، توی اتاقهای بسیار لوکسی هستن، گوشه موبایل دارن و امکانات خیلی زیادی دارن که زندانی های عادی از اینها محروم هستن و مرخصی های بلند مدت مسئله، در صورتی که هیچ یک از زندانیان سیاسی مثل خود من، مثل آقای محمد حبیبی، مثل آقای آرش صادقی و بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر از مرخصی حتی یک روز محروم بودن. شخصی مثل آقای آرش صادقی نیاز به عمل جراحی داره به دلیل اینکه مبتلا به سرطان هستش، اما این حتی مرخصی درمانی هم بهشون داده نمیشه، اما این اختلاسی هم به مرخصی بلند مدت میدن. این مرخصی ها به اسم اعزام درمانی صورت میگیره، نه به اسم مرخصی، این بهانه اعزام فرستاده میشن بیرون ولی میرن مرخصی، در حالی که از همه ما هم سالم تر است. اما شرایط برای سهیل عربی در زندان فشافویه چطور بود؟ من هرگز از زمانی که به این زندان تبعید شدم ملاقاتی نداشتم به دلیل دور بودن راه و هزینه بالایی که برای خانواده های ما داره. اکثر ما نمیتونیم ملاقاتی داشته باشیم. من توی یک سال اخیر اصلا خانواده ما ندیدم. توی 8 سال اخیر حتی یک روز هم به من مرخصی داده نشده، در حالی که به اختلاسگرا و غارتگرا این مرخصی داده میشه. من فقط به خاطر نوشتن چند خط مقاله در انتقاد به این بی‌عدالتی‌ها در زندان هستم. مثل اکثر زندانیان سیاسی از محاکمه عادلانه و علنی محروم بودم و احکام بسیار بسیار ناعادلانه توسط قضاتی که البته که قاضی نیستن، مثل مقیسه، صلواتی، اینها از نظر من شکنجه‌گر هستن. هم این رو به خود مقیسه گفتم که جنایتکارترین شخصی که به عنوان قاضی تا الان معرفی شده به بشریت و یک جلاد هست، چون اصلا اجازه دفاع به ما نداده. سازمان اتحاد برای ایران با تنظیم یک شکایت حقوقی پرونده سهیل عربی را به کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد فرستاده. در شکایت نامه این سازمان، آقای عربی یک زندانی عقیدتی معرفی شده که نه تنها از دادگاه عادلانه محروم بوده، بلکه طبق میثاق حقوق مدنی و سیاسی که به امضای دولت ایران رسیده، اصولاً نفس دستگیری او از روز اول غیرقانونی بوده. نه تنها این سازمان که خیلی دیگر از سازمان‌های حقوق بشری خواستار آزادی سهیل عربی هستند. مهمترین خواسته ما این هستش که محاکمه علنی و عادلانه داشته باشیم. ما همه بی‌دلیل نبود آزادی بیان در ایران در زندان هستیم. هیچ کدوممون مجرم نیستیم. فقط حرف دل مردممون رو زدیم، از حقوق ستمدیدگان دفاع کردیم و نوشتن جرم نیست، روزنامه‌نگاری جرم نیست. مریم افشنگ، بی بی سی. در روزهای اخیر کره و تخم مرغ، یا بهتر بگیم گرانیشون، به بحث داغ محافل در ایران تبدیل شده. ظرف تنها چند هفته قیمت هر شانه تخم مرغ از حدود 20,000 تومان به 38,000 تومان رسیده. کره 100 گرمی هم که 4,000 تومان بود حالا 14,000 تومان شده. دولت گرانی تخم مرغ را به گردن صادراتش انداخته و درباره کره هم گفته که دیگر نمیتواند برای وارداتش ارز 4200 تومانی اختصاص بدهد. گزارش بهرنگ تاجین را ببینیم. سالهای سال نیمرو نماد غذای ساده و درویشی بوده، ولی با این وضع گرانی مواد اولیه‌اش بعید نیست به زودی برود در دسته غذاهای شیک و مجلسی، به قول بعضی‌ها لاکچری. تنها در چند هفته قیمت هر شانه تخم مرغ به 38,000 تومان رسیده. قیمت هر قالب 100 گرمی کره هم که تا همین چند وقت پیش 4,000 تومان بود حالا 8,000 تومان تعیین شده. هرچند در بازار قیمت ها بالاتر است. دولت برای کاستن از تنش هایی که دولت میگوید گرانی کره به خاطر ندادن ارز دولتی است، گرانی تخم مرغ به دلیل صادرات. وقتی شما ارز 4200 تومانی کاهش پیدا میکنه، ارز تخصیصی به کرت هم نمیتونی انجام بده. ما تا به حال از ارز 4200 تومانی سال گذشته برای کره استفاده کردیم در انبارها. در زمینه تخم مرغ هم قرار بود صادرات بکنن، بیرویه صادر شد. وگرنه این توازن برقرار جلوش گرفته شد، جلوی صادرات تخم مرغ گرفته شد. فکر می‌کنم که ما به تعادل قیمت در تخم مرغ هم برسیم. مرغداران اما میگویند
دلیل گران شدن مرغ و تخم مرغ این است که مجبورند خوراک آنها را به قیمت‌های گزاف از بازار سیاه بخرند. ولی فقط تخم مرغ و کره نیست. قیمت اکثر مواد غذایی در ایران در 2 سال گذشته تقریباً 2 برابر شده. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد سیب زمینی از کیلویی 1600 تومان در مرداد 97 به کیلویی 4000 تومان در مرداد امسال رسیده. قند از کیلویی 4600 تومان به 10700 تومان، برنج وارداتی از 8000 تومان به 18000 تومان، مرغ از کیلویی 10000 تومان به 18000 تومان، پنیر از 13000 تومان به نزدیک 27000 تومان و قیمت گوشت گوساله از کیلویی 46000 تومان به کیلویی 87000 تومان افزایش پیدا کرده. و این گرانی‌ها را خیلی‌ها احساس می‌کنند. نمیتونم مشاهدات خودم بیان بکنم، چون تا میخوام مشاهده بکنم قیمتش میره بالاتر. یعنی هر قیمتی من بگم از گرانی، تا این بویس تموم بشه یه قیمت جدیدی میاد. همین افزایش قیمت در ایران متاسفانه شده ثانیه‌ای، یعنی دقیقاً در زمانی که شما داری پول پرداخت میکنی، جنس رو داری تحویل میگیری، وسط راه اگر فروشنده پشیمون بشه بکشه روی قیمت، جای تعجبی نیست، چون واقعا شده ثانیه‌ای، دیگه به روز و ساعت بسنده نمی‌کنه افزایش قیمت. واقعا زندگی، مخصوصا زندگی کارگری در ایران فاجعه است. یعنی تلف حتی نون تخم مرغ، املتی که میتونست درست بکنه تو جمع خانوادگیش بخوره، دیگه همونم دیگه نمیتونه بخوره واقعا. یکی از عوامل گرانی‌های اخیر ممکن است بالا رفتن نرخ ارز و در نتیجه قیمت مواد غذایی وارداتی باشد. قیمت دلار در بازار غیررسمی تهران در 3 ماه اخیر تقریباً 1.5 برابر شده و از کمتر از 18000 تومان به نزدیک به 27000 تومان رسیده. تقریباً 2 هفته از بازگشایی مدرسه ها می‌گذرد. خرج و مخارج مدرسه و نگرانی از شیوع کرونا کم بود، غم غذا هم به مشکلات پدر و مادرها اضافه شده. بعضی ها که ممکن است دیگر وضعشان به نیمرو هم نرسد. بهرنگ تاجدین، BBC. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصاد از تهران با ماست. آقای سلطانی، خوش آمدید به برنامه. حکومتی که بیش از 4 دهه است تأکید میکنه به خودکفایی، خودکفایی و خودکفایی. تولید کره چرا باید وارداتی باشه آقای سلطانی؟ به هر حال گاو شیر داره، شیرشو میدوشن تبدیل به کره میکنن دیگه. این چرا اینقدر باید پیچیده باشه و اصلا ربطی به قیمت ارز پیدا بکنه؟ با سلام خدمت شما بینندگان محترم، خدمتتون عرض کنم که ببینید مسئله خیلی خیلی ساده است. نسبت به آبان ماه، یعنی قبل از افزایش نرخ بنزین، الان نرخ ارز بیش از 150% بالا رفته، یعنی از 11000 تومان رسیده به 27000 خورده امروز. و با این شرایط دو تا اتفاق دیگه افتاده. یکی این است که ارز، یه مقدار ارزی که به کالای اساسی میدادن قطع شده و این هم از قیمت ارز. ما با یه تورم تقریبا بالای 100% در کالاها روبرو هستیم که منشأش افزایش نرخ ارز و همینطور یه تورم بالای 40% در خدمات. یعنی الان تورم ما نسبت به نرخ تورم ما 60% هست. حالا آمارهای رسمی واقعیتش اینه که خیلی مشکل داره. ببینید مسئله این است که ما دوچار یک برنامه سازی شدیم برای افزایش دستوری نرخ ارز. شما دقت بفرمایید، قبل از سال 97 بیش از 20 سال طول کشید تا نرخ ارز 7 برابر بشه. در زمان جنگ 8 ساله 3 برابر شد. در سلطنت پهلوی 53 سال 5-6 برابر شد. ما جنگ جهانی دوم داشتیم، ما شاه عوض شد، خیلی اتفاقات افتاد، تحریم نفت داشتیم. در زمان قاجار 100 سال آخر حدود 7 برابر شد نرخ ارز. ولی الان ما ببینیم که ظرف کمتر از 3 سال 7.5 برابر شده و هیچ علتی هم نداره. دقت بفرمایید که بر اساس آمارهای بانک مرکزی ما در سالهای 97 و 98 و 99 320 میلیارد دلار درآمد ارزی و ذخیره ارزی داشتیم. یعنی ما قاطعا هیچ مشکلی نباید داشته باشیم.
سوال اینه که این بیش از 300 میلیارد دلار از کجا رفته و الان چرا باید به این نحو باشه؟ درست هم آقای سلطانی، سوال من اصلا به قبلتر از اون برمیگرده. چرا اصلا ایران در این مرحله باید کره رو وارد بکنه که وابسته به قیمت ارز باشه؟ یا چرا جلوی صادرات تخم مرغ رو نمیگیره که در واقع یکی از اصلی ترین منابع پروتئین جمعیت جوان ایرانه؟ چرا اجازه میده صادر بشه وقتی قیمتش انقدر بالاست و ایرانی ها نمیتونن بخرن؟ خدمت رو عرض کنم، والا چه عرض کنم، اینها رو بعد از دولت بپرسید. ولی کن و چیزی که من میخوام خدمتتون عرض کنم، با این قیمت ارز تخم مرغ به 50,000 تومان خواهد رسید و همین جور گرانی خواهیم داشت. یعنی تا این قیمت ارز هست امواج گرانی همینجور شدت میگیره و واقعا مردم مستاصل شدن. بعضی ها میفهمن نقدینگی، دقت بفرمایید، با این نرخ ارز نقدینگی ایران 100 میلیارد دلار ارزش دلاریش، اصلا نقدینگی دیگه ارزشی نداره، کل نقدینگی کشور. و اینها به اعتقاد من برنامه‌ریزی شده است. شما دقت بفرمایید، ما محاسبه کردیم از محل افزایش نرخ ارز توی 10 ماه گذشته رقمی بالای 700 هزار میلیارد تومان، یعنی یه چیز حدود 30% بیش از بودجه دولت رانت افزایش قیمت نصیب بنگاه‌های صنعتی و معدنی فولادی و پتروشیمی و امثال اون میشه که نا ممکنه اسمان خصوصی باشن ولی خصولتی هن. خب این پولها کجا میره؟ بحث این است که چگونه میشود که در این اقتصاد مردم باید به دلار 27,000 تومان زندگی کنن، اما تو خیلی از شهرهای ایران درآمد یه عده‌ای 50 دلاره. درآمد یک کارگر اگه بتونه حقوقش رو بگیره حدود مثلا 100 دلار، ماکسیموم 200 دلاره. اما از اون طرف یه سری بنگاه خصولتی بزرگ هستن، مثل فولادیا، مثل پتروشیمیا، اینها نهادهای ارزون میگیرن، حقوق دستمزدشون بالا نرفته، برق ارزان، گاز ارزان، همه چیز ارزان میگیرن، منتها دارن به نرخ بازار آزاد کالاشو میفروشن. درست. ببینید منشأ گرانی در داخل سیستم هست، مردم هم اینجا اسیر گرانی هستن. درسته، ولی به نظر میاد آقای سلطانی که یک تغییر رفتاری هم در از جانب حکومت به چشم میخوره، چون مشخصا درباره مواد غذایی معمولا دولت که به هر حال دستش در دخالت در همه بخش های اقتصاد بازه و دائما هم دخالت میکنه، درباره مواد غذایی معمولا سعی میکرد واکنش نشون بده، سعی میکرد جلوش رو بگیره، سعی میکرد بازار رو کنترل بکنه. به نظر یک رها شدگی این روزها در بازار مواد غذایی به چشم میخوره. فکر میکنید آیا تغییر سیاستی اتفاق افتاده؟ خدمت رو عرض کنم که تغییر سیاست اینه که هرج و مرج اقتصادی، هر کس هر چه توانست بفروشد، بر قیمتی که توانست بفروشد، هیچ سیاستی انجام نشده. سیاست اینه که دولت عملاً کاری نمیکرد، الان هم دیگه عملا خودشو کشیده کنار. سیاستی نیست، سیاستی که شما همه چیزو بسپرین به دست هر کسی، هر قیمتی که میتونن ارزو بفروشد، نه کنترل باشه. ببینید ما الان حدود 3 است که درگیر تحریم ها هستیم، ما 4 است که درگیر جنگ حالا اقتصادی یا نظامی هستیم. ما یک کشور بی تجربه نیستیم در مقابله با تحریم ها و جنگ های اقتصادی و غیره. ما 7-8 سال پیش تحریم شدیم، بنابراین بایستی خیلی بیشتر از اینها آمادگی و برنامه‌ریزی بود. من تصورم این است که داره مملکت توسط یه عده‌ای به هر صورت به شدت دارن با مالیات تورمی مردم چپاول میشن. این خیلی خیلی ساده است. شما طبق هر قاعده اقتصادی، طبق هر فرمولی، طبق هر چیزی که نظریه که تو دنیا هست حساب کنید، چه هایک، چه کینز، چه هر کسی دیگه حساب کنید، ببینید به این میگن مالیات تورمی، به این میگن به اصطلاح جیب مردم خالی کردن. توجه فرمایید که ارزش سپرده های بانکی به قیمت دلاری که الان داره عرضه میشه به کمتر از نصف سال 92 رسیده. این یعنی چی؟ یعنی این که مردم دارن چپاول میشن. خیلی خیلی ساده است، مسئله خیلی خیلی ساده است. و اگر تحریمه، چرا بایستی یه سری بنگاه های خاص، یک سری گروه های خاص بتونن
هر طوری میتونن منفعت ببرن، ولی مردم به این فلاکت بیفتن. اینها برنامه‌ریزی شده است برای اینکه یه عده‌ای به یک منافع کلان برسن. خیلی خیلی ساده است، اصلا این نیازی به دانستن علم اقتصاد یا اعداد ارقام نداره. متشکرم از شما استاد سلطانی، پژوهشگر اقتصاد. پنج روز دیگر مهلت یک ماهه آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران به پایان می‌رسد. هدف بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت علیه ایران است که پس از توافق برجام بر اساس قطعنامه 2231 تعلیق شد. آمریکا که ماه گذشته نتوانست شورای امنیت را به تصویب قطعنامه‌ای برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران ترغیب کند، با متهم کردن ایران به نقض برجام از طریق افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده و افزایش غلظت غنی‌سازی به بالاتر از حد مجاز در برجام، خواهان بازگرداندن تحریم‌ها شده. ایران و دیگر طرف‌های برجام می‌گویند که آمریکا دو سال پیش از این توافق خارج شده و نمی‌تواند از ابزار در نظر گرفته شده در آن بهره ببرد. خشایار جنیدی از واشنگتن گزارش می‌دهد. The United States is initiating the restoration of virtually 30 مرداد. وزیر امور خارجه آمریکا شکایت کشورش را از ایران به خاطر تخلف از توافق هسته‌ای تسلیم شورای امنیت کرد و از فعال شدن مکانیزم ماشه طی یک ماه خبر داد. مهلتی که به زودی به پایان می‌رسد و طبق تأکید آمریکا قرار است همه تحریم‌های پیشین شورای امنیت که پس از توافق هسته‌ای تعلیق شدند را بازگرداند. طبق توافقی که آمریکا بیشتر از دو سال پیش از آن خارج شده. این اقدام شش روز پس از آن رخ داد که شورای امنیت به قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران رأی نداد. تحریم‌های بین‌المللی تسلیحاتی ایران بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که در تایید برجام تصویب شد، 18 اکتبر 27 مهر لغو می‌شوند و دولت آمریکا با آن مخالف است و میگوید به اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران کمک می‌کند. حال آمریکا در قدم بعدی خود میگوید مکانیزم ماشه را به عنوان یکی از ابزار در نظر گرفته شده در برجام فعال کرده. ایران و دیگر اعضای برجام با این نظر مخالفند. آنها میگویند آمریکا دیگر عضو این توافق نیست و نمیتواند از ابزار آن بهره بگیرد. آمریکا اما خود را همچنان محق میداند. هدف دولت ترامپ از اقدام از طریق شورای امنیت اعمال چند جانبه فشار حداکثری علیه ایران است. در کوتاه مدت شاید به نظر برسد که این اقدام شکست خورده، اما اگر آمریکا در ادامه تحریم های یک طرفه خود مجازات های چند جانبه علیه نقض کنندگان تحریم را پیش ببرد و اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود، آنگاه شاهد تغییر محاسبات اروپایی ها و همینطور ایرانی ها خواهیم بود. آمریکا پس از خروج از برجام با شعار فشار حد اکثری شدیدترین تحریم ها را علیه ایران اعمال کرده. هدف کشاندن ایران به پای میز مذاکره برای توافقی جدید است. ایران اما با این خواسته آمریکا مخالف است. طی این مدت ایران غنی‌سازی هسته‌ای را افزایش داده و حجم ذخایر اورانیوم غنی شده آن دست کم 10 برابر بیشتر از حد مجاز برجام است. حال با تمام شدن مهلت یک ماهه مایک پومپئو، آمریکا به زودی مکانیزم ماشه را فعال شده می داند و سعی خواهد کرد با تمام قوا تحریم های بین المللی را به اجرا بگذارد. این به معنی افزایش کشمکش های دیپلماتیک بین ایران، دیگر اعضای برجام و آمریکا بر سر این موضوع خواهد بود. با بازگرداندن تحریم‌ها و قرار دادن برجام در وضعیتی که امکان احیای آن دیگر وجود نداشته باشد و خالی از منفعت برای تهران باشد، آن وقت ایران این توافق را ترک خواهد کرد. آن وقت دیگر فرقی نخواهد داشت که چه کسی در انتخابات 3 نوامبر آمریکا پیروز می‌شود. کمتر از 50 روز دیگر انتخابات آمریکا برگزار می‌شود. دونالد ترامپ گفته
پس از پیروزی در انتخابات میتواند به سرعت با ایران به توافق برسد. جو بایدن رقیب آقای ترامپ هم گفته در صورت پیروزی آمریکا به برجام باز خواهد گشت. اما افزایش فشارهای دولت ترامپ میتواند حکومت ایران را در وضعیتی قرار دهد که در صورت پیروزی جو بایدن بازگشت آمریکا به برجام راحت نباشد. خشایار جنیدی، بی بی سی، واشنگتن. وزارت بهداشت ایران میگوید تهران به چهار راه تبادل کرونا در کشور تبدیل شده و در یک هفته شمار مبتلایان در پایتخت دو برابر شده. هشدار داده شده که موج سوم شیوع کرونا در پیش است. شهید هوشمندی گزارش میدهد. کودکان تهرانی دو هفته است که سال تحصیلی را با نگرانی آغاز کردند. ویروس کرونا آنها و خانواده هایشان را تهدید میکند. 932 اگه خوب نوشه 1845 دو برابر شده. گاهی افزایش های اینقدی داشتیم خیلی نگران نبودیم، ولی این داره به این اوج میرسه. همزمان وزارت بهداشت میگوید دیگر بحث موج جدید شیوع کرونا مطرح نیست و حالا تهرانی ها در یک دریای طوفانی گرفتارند. در بعضی از استان ها از جمله استان تهران به عنوان چهارراهی که محل پخش و انتشار بیماری میتونه باشه و هست، وضعیت مناسبی نداریم و شاید ما از موضوع موج گذشتیم. یعنی چه ما چه کشورهای دیگه دنیا درگیر یک دریای طوفانی هستیم، امواج متعددی هست و بیماری بدون هیچ ملاحظه‌ای، بدون هیچ شوخی، بدون هیچ تسامحی منتظر غفلت‌های ماست. اما شرایط بحرانی که آقای حریرچی توصیف می‌کند در تصمیم‌های دولت بازتاب نداشته. چند نمونه آن توقف طرح دورکاری در تهران، بازگشایی مدارس و البته پافشاری بر برگزاری مراسم مذهبی محرم. حالا به روایت وزارت بهداشت ایران هفته‌ای دست کم 1800 تهرانی به کرونا مبتلا می‌شوند. بعضی شغل و منبع درآمد و بسیاری نزدیکان و دوستان خود را از دست دادند. در این شرایط گزارش‌هایی از ابتلای شماری از دانش آموزان مدارس در شهرستان‌ها و مرگ یک کودک 8 ساله گتوندی منتشر شده که پدر و مادرها را نگران کرده. تو تهران که خب خیلی استقبال زیادی هم نشد، 15% تقریبا اومده بودن تو مدارس و خب واقعا هم یه مشکلاتی داریم، علارغم اینکه خب حالا استفاده از ماسک و ضد عفونی و اینا تو مدارس بوده، ولی یه بحثای تهویه داریم. تهویه مسئله مهمیه خب توی فضای سربسته‌ای که تهویه خوبی نداره و اگه یه نفرم مبتلا باشه قطعا این زمینه میشه که دیگرانم مبتلا بشن. قطعا همینطور که میبینید روی دو هفته بعد رو بستری‌های ما و 3 یا 4 هفته بعدم روی فوتی‌های ما تاثیر خودش رو داره میذاره. طی 24 ساعت گذشته 179 نفر به خاطر ابتلا به بیماری کووید 19 جان باختند و 2981 نفر مبتلا به کووید 19 شناسایی شده. حالا فصل سرما در راه است. بیماری‌های مانند آنفولانزا هم اضافه خواهند شد. فشاری مضاعف بر بیمارستان‌ها و کادر درمانی. در این شرایط برنامه دولت برای محافظت از شهروندان در مقابل ویروس کرونا مبهم است. شیدا هوشمندی، بی بی سی. از زمان شیوع کرونا در ایران زندگی خیلی ها تغییر کرده. ایران از اولین کشورهایی بود که با همه‌گیری سریع کرونا روبرو شد. امشب بعد از برنامه 60 دقیقه فیلم مستند کرونا ایران و روایت چند زندگی پخش میشه، مستندی که بر اساس روایات شما ساخته شده. بخش کوتاهی از اون رو با هم ببینیم. ایران از نخستین کشورهایی که ویروس کرونا در آن شایع شد و همچنان درگیر این همه‌گیری. حکومت این کشور تلاش بسیار کرد تا شدت شیوع ویروس را از نظرها پنهان نگه دارد. همکاری با خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی در ایران به شدت منع شده. بی بی سی اجازه حضور در ایران ندارد. اما ما با کمک شبکه‌های اجتماعی و ویدیوهایی که در دوران همه‌گیری ویروس در ایران توسط کاربران همرسان شده به ایران سفر می‌کنیم.
این روایت چند زندگی است، روایت مردمی که زندگیشان با شیوع کرونا سخت‌تر شده. اینجا ایران است در دوران کرونا. علی همدانی سازنده این فیلم اینجا با ما. سلی از فیلم بگو. روایت 6 ماه گذشته رو مدام بگم چی جواب بده بدم، برای 6 ماه 6 7 ماه بسیار به هر حال سختی به دنیا گذشته، به ایران شاید از کشورهایی باشه که سخت‌تر از بقیه. در طول دوره شیوع کرونا با یکی از بحران‌هایی که خبررسانی مواجه بود در مورد همه‌گیری این ویروس و بیماری کووید 19 در ایران، عدم اطلاع رسانی دولت بود، همه ماها باهاش درگیر بودیم، برای هفته ها نمیدونستیم چه اتفاقی داره در ایران میفته و بعد هم خبررسانی قطره چکانی بود. این همه در حالی بود که ما خبر دورنگارها کیلومترها دورتر از ایران دقیقاً نمیدونستیم که در زندگی مردم، در زندگی روزمره مردم داره چه اتفاقی میفته. این فیلم در واقع روایت اون زندگی روزمره هست که در طول چند ماه گذشته تونستیم جمع‌آوری بکنیم، روایت‌هایی که شاید باهاش روزمره مردم، بینندگان و مخاطبان در ایران زندگی کردن اما اون نگاه کلی رو ندارن. اون مخاطب در تهران یا اون شهروند در تهران نمیدونه چه اتفاقی در سمنان یا در زابل یا در بندرعباس میفته. این نگاه کلی به دوره همه‌گیری کرونا در ایران. چه چالش‌هایی داشتی؟ از اون سال خبر دورنگار هستیم ما، واقعا هزاران کیلومتر دورتر از ایران کار کردن در مورد ایران با تمام اون چیزهایی که ما میدونیم بسیار سخت است. دولت ایران، حکومت ایران به لاپوشانی خبرهای مرتبط با کرونا به هر حال شهره است. در طول مدت خود ما در بی بی سی به هر حال با مدارک و سندهایی نشون دادیم که تا چه اندازه حکومت در ایران میدونسته که همگیری کرونا در ایران جدی هست، ولی رقم ها و آمارهایی که در دست داشتن رو اعلام نمی کردن. به هر حال پیدا کردن شیوهی برای اینکه اینها رو بتونیم همه رو جمع بکنیم یک جا یکی از اون چالش ها بود. شبکه های اجتماعی با هر چقدر محدود اما کمک بسیار کردن و تا اندازه این چالش ها رو در واقع تونستیم ما عبور بکنیم ازش با استفاده از شبکه های اجتماعی و مخاطبان خود ما که در طول این دوران کمک کردن که قصه شون شنیده بشه. متشکرم علی همدانی. مستند علی رو بعد از 60 دقیقه امشب میتونید تماشا بکنید. یک نوجوان ایرانی که از قهرمانان ورزشی است به خاطر شرکت در تظاهرات آبان پارسال از ایران گریخته. او پس از طی 6 روز در آب‌های آزاد خود را از ترکیه به ایتالیا رسانده. او که خواست هویتش فاش نشود حالا در جنوبی ترین نقطه ایتالیا سیسیل در اردوگاه پناهجویان به سر می‌برد. گزارش پرهام قبادی رو ببینیم، با این هشدار که بعضی از تصاویر این گزارش ممکنه ناراحت کننده باشه. اینا مرز ایران و اینجا ترکیه است، یار ایرانه. قهرمان ورزشی ایران آواره در کوه و کمر، در حال فرار به ترکیه. نوجوانی که میگوید تنها جرمش شرکت در تظاهرات ضد دولتی آبان 98 بوده. تنها 16 سال دارد. قهرمانی که مسیر پیشرفت ورزش در کشورش را رها کرد و راه پرپیچ و خم مهاجرت را برگزید. امید خدا این ساعت در ترکیه. این برج دیدبانی ایران در مرز ترکیه. فرد به اصطلاح راه بلد از اینجا تنهایش می‌گذارد. مرز رو رد کردیم، حتی راه بلدم با همون نیومد. به ما گفتش این مسیر رو برید، این مسیر رو برید، اونجا اونو برید بالا، بعد اینکه رسیدید اونجا سری بودید. بعد تو کوه 15 ساعت تو کوه ما پیاده روی کردیم تا اون پاسگاه ها رو دور بزنیم که ما رو پلیس ترکیه ما رو نگیره. اما عبور از مرز تازه شروع مسیر پرفراز و نشیب دیگری است. اینجا در ترکیه همه این مهاجران منتظرن تا با یک ون به شهر وان و بعد استانبول بروند. 45 نفر آدم داخل یه ون 6 متری. داخل ون که بودم دستشویی نمیتونستم برم، ماشین نگه نمیداشت که ما یه دستشویی بریم، مجبور بودیم ادراری که داریم و داخل بطری بکنیم. از استانبول به آنتالیا میروند تا سوار کشتی شوند، مقصد ایتالیا. آغاز سفری حدوداً 2000 کیلومتری. ما رو سوار یه قایق توریستی کردن که طولش 13 متر بود، عرضش 4.5 متر. ما 6 روز و 5 شب داخل دریا بودیم. دستشویی نداشتیم، دستشویی روز اول کار میکرد فقط. روز دوم دستشویی کپ شده بود، ببخشید پر ادرار شده بود دستشویی، هیچ کس دستشویی نمیتونست بکنه.
65 نفر توی قایق توریستی، انگار یه گله سگو شما داخل یه قفسی نگه داشتید. حتی ما نمیتونستیم دستشویی کنیم. هیچ خورد و خوراکی ما نداشتیم. چند روز ما گرسنه بودیم. آب برای خوردن خیلی کم بود. به ما 3 لیتر آب داده بودن. بعد از این همه مشقت، بالاخره ساحل سیسیل در جنوب ایتالیا به چشم می‌خورد. کشور مد، هنر، ساحل‌های زیبا، آفتاب گرم، پیتزا و پاستا و شراب دلپذیر. اما واقعیت در اردوگاه پناهجویان در ایتالیا رنگ و بوی دیگری داشت. اینجا اردوگاهی است که او حالا در آن اسکان دارد. کثافت کشیدن اینجا. خوش اقبال بوده که به اینجا رسیده. سالانه هزاران پناهجو جانشان را در دریا از دست می‌دهند. جای خوابم نداریم. زمین می‌خوابیم. بعضی‌ها رو چمنیم. بعضی‌ها هم رو این سنگ‌ها می‌خوابیم. به تازگی به دلیل شرایط وحشتناک پناهجویان در یونان و بدرفتاری دولت راستگرای این کشور با مهاجران، بسیاری ترجیح می‌دهند به ایتالیا بروند و این یعنی سفر دریایی طولانی‌تر و بسیار خطرناکتر. این تصاویر که به دست بی بی سی فارسی رسیده، گروهی از پناهجویان را نشان می‌دهد که موتور کشتیشان در وسط مسیر خراب می‌شود. مقصد آنها هم ایتالیا بوده. یک نفتکش رومانیایی آنها را نجات می‌دهد و به ازمیر ترکیه برمی‌گرداند. پناهجوها اما ناامید و معترض پیاده نمی‌شوند. حاضر نسته به هیچ وجه نه در ترکیه زندگی کنن نه به یونان برم، چون یونان هم ظلم نکنن با مهاجر خیلی بد رفتار. پلیس ترکیه در را می شکند و آنها را دستگیر می کند. تجربه ورزشکار نوجوان ایرانی نشان می دهد که رسیدن به ایتالیا هم پایان سختی ها نیست. آنچه در انتظار مهاجران است اردوگاهی است کثیف با غذای نامناسب. با اینکه از نظر قانونی زیر سن محسوب می شود، با بزرگسالان در یک جاست. این وضعیتشه. این برای من خیلی جای تأسف داره. کشور خودم که این همه براش افتخار آفرینی کردم، حمایت هم نکرد. اومدم اینجا که به بزرگترین آرزوهای خودم برسم، به المپیک برسم. حرف از امید و آرزو با وجود همه ناملایمات. آقا فرهان، ببخشید من یه سوالی ازتون داشتم. اگه اقامت کامل اون کشور رو دریافت کنم، میتونم پدر مادرم رو برای همیشه بیارم اون کشور؟ پرهام قبادی، بی بی سی. به پایین 60 دقیقه رسیدیم. مراقب هم باشید.